چند تا اصطلاح رو میخوام براتون بگم از کجا اومده شاید برای بعضی ها جالب باشه میگین طرف میره زندان بهش میگن رفته آب خونک بخوره در زمان قدیم که یخچال نبود خونکترین آب قنات در تهران قناتی بود که بعدها زندان قصد در آن ساخته و بنا شد بعد از آن هر کس که به زندان میافتاد میگفتن رفته آب خونک بخوره و این اصطلاح بعدها شامل همه زندان ها زندانی هایی شد که به زندان میرفتن قدیما که تهرانی ها با ماشین دودی میرفتن زیارت شاه عبدالعظیم پول رفت و برگشت ماشین رو باید اول میدادند. اهالی شهر ره که مطمئن بودن اینا چون پول بلیت رو قبلا دادن حتما برای همین برمیگردن خونه هاشون علکی تعارف میکردن که تو رو خدا شب پیش ما بمونین از اونجا تعارف شاه عبدالعظیمی ضرب شد جام های شراب هم در قدیم دارای هفت خط بودند که هر کس بنا به ظرفیتش تا یک خط خاص میتونست شراب بنوشه این خط ها عبارت بودند از مزور، فرودینه، عشق، ازرق، بسره، بغداد و جور هر کس شرابخوار قهاری بود و می توانست تا خط هفتم شراب بخورد به هفت خط معروف می شد طرف هفت خطه بعضی مواقع شخصی برای خودنمایی تقاضای پر کردن جام تا خط هفتم میکرد ولی نمیتوانست همه شراب را بنوشد و در اینجا دوستانش برای حفظ آبروی او تا خط جور شراب او را سر میکشیدن. و اصطلاح جور کسی را کشیدن هم از اینجا ضرب المثل شد یه اصطلاح بوغ سگ هم میخوام براتون بگم ولی بذارید بذارینم بگم براتون میگه اصطلاح بوغ سگ چیست اینکه میگن طرف تابوق سگ از صبح تابوق سگ کار میکنه در قدیم بازارها دارای چهار مدخل بود که شبانگاهان آنها را با درهای بزرگ میبستند تمامی دکانها نیز به این طریق قفل میشدند از آنجا که همیشه احتمال خطر میرفت نگهبانان نیز شب در بازار پاسبانی میدادند و به دلیل اینکه نمیتوانستند تمام بازار را کنترل کنند سگهای وحشی به امرا داشتند که به جز خودشان به هیچ کس دیگری رحم نمی کرد. پاسبان ها شب در ساعت معینی از شب در بوغ بزرگی که از شاخ قوچ بود با فاصله معینی می دمیدن به این معنا که انقریب سکهای را در بازار آزاد خواهیم کرد دکانداران خیلی سریع محل کسب خود را ترک کرده و مشتریان خود می گفتن که دیر وقت است و بوق سگ را نواختند از آن زمان بوق سگ اصطلاح پرمعنایی شد به معنای وقت بستن مغازه